مشاور رئیس جمهوری ایران رئیس تلویزیون دولتی ایران را به باچخواهی برای پوشش خبرهای دولت متهم کرد حسام الدین آشنا که از سوی حسن روحانی عضو هیئت نظارت بر صدا و سیماست. در سخنانی گفته آقای زرقامی مبلغ سنگینی علاوه بر بودجه رسمی این سازمان از دولت مطالبه کرده است اختلاف دولت و صدا و سیما در هفته های اخیر و بعد از تأخیر در پخش گفتگوی حسن روحانی از تلویزیون دولتی ایران علنی شد آرش سیگارچی گزارش میداد ببخشید من اشتباه کردم حسام الدین آشنا مشابه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه رونمایی از کتابی درباره ضرورت وجود تلویزیون های خصوصی از عملکرد رئیس صدا و سیما انتقاد کرده خبرگزاری ایرنا اظهارات آشنا را افشاگری مشاور روحانی علیه زرقامی نامیده آشنا گفته رئیس سازمان صدا و سیما علاوه بر بودجه رسمی این سازمان درخواست مبلغ سنگینی از رئیس جمهور داشت که حسن روحانی هنوز با آن موافقت نکرده اختلاف دولت و صدا و سیما بهمن ما علنی شد در حاشیه این گفتگوی حسن روحانی اما خوشحالم که با این تأخیر شما رو تو برنامه داریم امشب اختلاف رئیس صدا و سیما با روحانی بر سر مصاحبه کنندگان بود صدا سیما در ایران نماینده همه رسانه های کشور نیست و فقط بخشی از کشور و بخشی از گروه سیاسی رو نمایندگی میکنه و اگر آقای روحانی میخوان که با مردم صحبت بکنن بنابراین صدا و سیما با صحبت کردن با صدا و راه خوبی نیست بعد از تعویق یک ساعته گفتگوی روحانی عزت الله زرگامی به هیئت نظارت بر صدا و سیما از عملکرد دولت شکایت کرد. رئیس صدا و سیما از سوی رهبر انتخاب می شود و شورایی شامل نمایندگان سه قوه بر این سازمان نظارت دارند تا به رهبر گزارش دهند. کفه ترازو به سمت نیروهای منتقد دولت در این شورا سنگین است. با این حال هیئت نظارت به طرفین دعوا توصیه کرد توافق کنند. مرتب میشید. یعنی... حال حسام دین آشنا مشاور روحانی میگوید رئیس صدا و سیما شورای نظارت را تشریفاتی و برای هفته یک بار گپ زدن داند اختلاف دولت و زرگامی در حالی شدت پیدا کرده که زرگامی آخرین ماهای دوره ده ساله مدیریتش در تلویزیون دولتی ایران را سپری می کند. برخی منتقدان حکومت نگرانی زرگامی برای آینده سیاسیش را دلیل مقاومت علیه دولت می دانند. ده سال پیش علی لاریجانی در چنین موقعیتی قرار داشت اما بعد از پایان دوری ریاست از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمتهای مهمتری منصوب شد و اکنون به عنوان نماینده قوم رئیس مجلس شورای اسلامی ایران است. آرش سیگارچی صدای آمریکا